مکعب گن 13 مگلف شاهکار مهندسی و طراحی مکعب روی کارخونه گند معرفی شد. سلام، وقتتون بخیر. من مهرز کریمی هم اینجا چکاده با یک ویدیوی فوق العاده جذاب و داغ و خیلی خفن در خدمتون هستیم. همونطور که خیلی وقت بود انتظارش رو میکشیدیم، بالاخره کارخونه گنز مکعب جدید خودش رو معرفی کرد، گن 13 مگلف، که توی دو نسخه ارائه شده که میخواییم در ادامه بریم تفاوت‌هاش رو با هم ببینیم چه تغییراتی کرده و یه خورده بیشتر در موردش بدونیم. این مکعب با تمام مکعب‌های قبلی گنز متفاوته و واقعا یه شاهکار مهندسیه، واقعا یه شاهکار مهندسی تو طراحی مکعب رو که واقعا به جرأت با تجربه خصوصیاتی که من دیدم تا حالا همچین طراحی توی هیچ مکعب رو بیکی نداشتیم. پس تا آخر ویدیو همراه باشین، قطعا شما مثل من شگفت زده میشین، چون من خیلی شگفت زده شدم وقتی مشخصاتش رو دیدم و میخوام بهتون توضیح بدم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، یادتون نره حتما برید داخل یوتیوب فارسی سرچ کنید مهرز کریمی روبیک، کانالتون رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید. جدیدترین و جذابترین ویدیوهای روبیک دنیا توی کانالتون منتشر میشه. بریم که در ادامه مکعب گن 13 مگلف رو با هم بررسی کنیم و ببینیم. خب الان که این ویدیو رو داریم میگیریم، همین امروز این مکعب عرضه جهانی شده با قیمت 83.99 دلار، یعنی 84 دلار. یه چیز هولوهوش، حالا به پول ایران بگیم مثلا با شیپینگ و این جوری، هولوهوش 4 تا 4.5 میلیون تومان قیمت خامش هستش. بریم سراغ مشخصات گن 13 مگلف که واقعا خیلی تغییر کرده. خب ظاهرش رو کلن اومدن با یک مکعبی که بیشتر اون مگنت ها و تنظیمش پایبند هستش معرفیش کردن. خب اولین چیزی که مهمترینشه، اومدن مقاومت مگنت ها رو، مگلف ها رو یه خورده کمتر کردن و این خب باعث میشه که چرخششون توی دست با اون سرعت بالا و اون کنترل ناپذیریش انجام نگیره، چیزی که تو نسخه 12 خب خیلی آزاردهنده بود. و یه کاری که کردن با تجربه مگنت وای که توی کورها جایگذاری کردن، این زاویه، این سطوح مگلف بینش یه خورده استیبل تر شده و همچنین یه خورده قابل کنترل تر شده و از این لحاظ میشه گفت تقریبا مشکلی که تو گن 12 مگلف بود رو رفع کرده. تحولی به سوی توسعه. میریم یه خورده داخل مکعب رو داشته باشیم. گام اولی که داره، کور و قطعاتی که داخل اون میرن، طراحی پله ای رو برای اولین بار داره و خب این تنظیم پذیریش رو خیلی جذاب تر میکنه. 88 مگنت اصلی داره این مکعب داخلش که اونها هم باز تنظیم پذیری و شتاب مکعب رو خیلی تنظیم میکنه. مگنت های اچهاش به 6 قسمت سرعتشون کم و زیاد بود، یعنی قدرتشون همیشه مگنت ها به 3 قسمت بود، متوسط، ضعیف و قوی، الان به 6 لول تقسیم شده و این بی نظیر کرده این تنظیم پذیری رو. و همینجور هم یه بخشی رو توی کور اضافه کردن که
یه ذره تغییرات داشته و یه خورده به بخش کور بالاتر اومده که اونم روی قدرت کنترلش خیلی تأثیر پذیره. مگنتی که داخل اچ ها هستش باعث میشه که یه خورده حالا از کور فاصله بگیره و با یه سیستم خیلی جذابی این چرخش سطوح رو خیلی غیر قابل احساسش کنه و همین هم باعث افزایش سرعت میشه و چون فقط مگلیب نیست و داخلش مگنت هم هستش، خب قطعا اون سرعتی که به شما میده سرعت غیر قابل کنترل نیست و بسیار جذاب میشه. کورش یعنی داخلش 8 تا مگنت اصلی داره، 12 تا مگنت دافع داره. یعنی چی؟ یعنی مگنت هایی که به سمت بیرون هول میدن مکعب رو، و این سری مگنت ها هم مگنت های جاذب میشه، مگنت هایی که به سمت درون، مگنت های دافع به سمت بیرونه، و این تناسب بیرونی و درونی استیبل بودن مکعب رو خیلی زیاد میکنه. 56 تا مگنت بین اچ ها و کورنر ها هستش که اینا مگنت جاذب هستش، و 12 تا هم مگنت توی حالت اسپرینگا هستش که اون هم مگنت های دافع هستش و همدیگر رو دفع میکنه. مگنت هایی که توی کورها هستش، توی کور قرار داده شده، 3D مگنت فیل، حالا خود کارخونه گنز بهش میگه، این مگنت های 3D فیل یه حالت 3D، حالت سه‌بعدی رو به شما میده که چون به خاطر اینه که هم مگنت جاذب داره بین حالا پایین اچ ها و خود کور و داخل کور، یعنی حتی داخل کور هم اینجوری که میگم 12-13 تا مگنته که این حالت سه‌بعدی رو به شما میده، حالتی که تا الان توی روبیکای که تا الان منتشر شده ما ندیدیم و نداشتیم. محور درونی حالا خودشون گفته نیو اریا آف مگلف، به خاطر اینه که داخل هر قطعه‌ای که مگلف هستش اومدن دو تا حالت آهن روبا گذاشتن که هم جاذب داره هم دافع داره، که باز این مگلف ها رو با نسخه های قبلی خیلی متفاوت تر میکنه. نکته جذاب دیگه که اصلا همیشه مگنت ها از فقط جاهایی که پیچ ها بود جذب میکرد، این سری اومدن توی کورنر ها هم یه سری مگنت گذاشتن که به سمت محور یا همون کورش جذب میشه و این باعث میشه که باز حس بهتری رو حل داشته باشین، حتی با سرعت بالا مکعب از دسترس و کنترلتون خارج نشه. نکته بعدی که فوق العاده جذابه، دو ست تنظیم داریم واسه تنظیم حالا مگلف ها و مگنت ها. مگلف هاش که لایه بالاتر هستش با 6 شماره هستش و باز فاصله مگلف ها تا کور هم با 6 شماره هستش که حالا هرچی اونا رو سفتر کنین جاذبه بیشتر میشه و مکعبی خورده سفتر میشه، هرچی شلتر کنین این وسط عدد کم باشه دافعه بیشتر میشه و سرعت بیشتری خواهد داشت. عرض کردم خدمتون که هر اچ هم مگنت هاش به 6 قسمت تقسیم میشه، یعنی اصلا کامل خونسا، یه خورده مگنت قوی، مگنت متوسط قوی و خیلی قوی که به 6 قسمت تقسیم میشه. از اون طرف چیز عجیب غریب دیگه ای نیست اینجا، وزنش فوق العاده با توجه شما فکر کنین یه چیز خلوشه، این همه مگنت، این همه قطعه، این همه اسپرینگ و اینا، فقط 71 گرم، یعنی ترکونده توی طراحی، یعنی بگم مثل شرکت بنز میمونه، یعنی انقدر که جذاب طراحی کرده. خودم که مشخصش میخونم خیلی دلم میخواد که زودتر بخرم و براتون حتما نقدش کنم. 71 گرم فقط وزنشه که در مقابل نسخه قبلی خیلی سبکه با این همه امکاناتی که داره. تو نسخه استیکرلس فعلا عرضه شده کورنر کات 90 درجه میزنه، کورنر کات 90 درجه، چیزی که واسه معرفی خیلی ادعای سنگینیه وقتی هنوز کسی تست نکرده، ولی شرکت گنز گفته به جرأت کورنر کات 90 درجه داره، ولی گفته میانگینش حالا بین 35 تا 55 توی حتی سفت‌ترین حالت. سیزده مگلف تو دو نسخه هست، یعنی گن سیزده مگلف و گن سیزده مگلف FX. گن سیزده مگلف همه این مشخصاتی که بهتون گفتم رو داره، گن سیزده FX یا همون فیکس مگنتیک استرینگ، مگنت های داخلیش
اون 6 تا حالت تنظیم پذیری رو نداره و ثابت، حالا خود نسخه اقتصادی تره خود گن 13 مگلب که به نظرم اگه آدم میخواد بخره 4-4.5 میلیون هزینه کنه قطعا گن 13 مگلب اصلی بهتره. باکسش حالت آهن ربایی داره، یعنی اون باکسی که باز و بسته میشه هم بین خود باکس آهن ربایی هم بین باکس و خود مکعب آهن ربایی پیدا میکنه که مکعب توی باکس زیاد تکون نخوره و ضربه ایش جدا شه. یعنی همه چی رو فکر کردن، جعبش میگه مشکل گن 12 مگله و یه پلاستیک فوق العاده مقاوم، فوق العاده خوشگل و جذاب آبی بنفش که اون رو هم دیدیم. این مکعب هم که توی نسخه استیکرلس فقط تولید شده و این هم خصوصیات کاملش که منتشر شده. خب لابلا هم سری فیلم و ویدیو ازش دیدین که واقعا 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 جذابه. خب خودتون میدونید من زیاد از تولیدات گنز شگفت زده نمیشم، اما واقعا واقعا این تولید شگفت زدم کرد. یه تولید فوق العاده مهندسی شده، یعنی عملا انگار مکعب طراحی نکردن، یک ربات طراحی کردن با یه سری امکانات عجب غریب. و اینکه این همه امکانات اضافه شده و این همه چیز اضافه شده هنوز 71 گرم، یعنی از خیلی از روبیکای دیگه سبک‌تره. میگن که این مکعب رو به 250-251 روش مختلف میشه تنظیم کرد با توجه به حالا مگنتاش، کرش، مگنتای داخلی. به 250 روش، یعنی شخصی سازی که داره چند ده برابر همه روبیکایی که تو الان تولید شده و قطعا یه مکعب فوق العاده جذاب هستش که از اینا قطعا اسمش رو بیشتر خواهیم شنید. اونجا لذت برده باشین، حتما 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 من سعی کنم به زودی تهیه کنم این مکعب رو و که نقدش رو بزنم. امروز از عرضه جهانی شد و میشه خریدش. خیلی به نظرم جذابه، امیدوارم که لذت برده باشین. اگه سوالی از این مکعب داشتین، نظر یا انتقاد بشه حتما تو کامنت برام بنویسین. سابسکرایب کردن کانال یوتیوب براتون نره. اگر سوالی داشتین من هم از طریق کامنت در خدمتتون هستم، هم از طریق دایرکت اینستاگرام. مرسی که همراه هستین. ارادت تمرینتون نره. خدا نگهدار.